سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. بردی هستم، خوش اومدید به گیم پلی خیلی باحال دیگه از بازی جی تی ای که یکی از خفن ترین بازی های دنیا دیگه. هنوز یه مهمون ویژه دیگه هم داریم در نقش عمو رنگارنگ، خودشون گفتن امروز. بریم ببینیم چه خبره. کیان جان شروع کن، شما کلی چیز باحال واسهتون آماده کردیم تو بازی که این دفعه بهتون نشون بدیم و کلی حال کنید دیگه. میخوایم از رانندگی زیبای دکتر یا عمو رنگ و رنگ امروز آره ببخشید عذرخواهی میکنم، توی یکی از گیما دکتر بودن، امروز نقش عمو رنگ و رنگ هستن. میخوایم از رانندگی ایشون کلی لذت ببریم، از آپشنایی که روی ماشینا نصب کردن واسمون توضیح بدن، یه ذره راجع به ماشینا و اینکه چجوری تو سطح شهر از اونها اگه استفاده کنیم بهتره و کمتر آسیب میبینن و خرج کمتری داریم. هرچند که ایشون طبق گفته خودشون باز اینقدر این بازی رو انجام دادن که یکی از سرمایه دارترین پلیرهای این بازی هن و هر کاری که دلشون بخواد میتونن تو بازی انجام بدن و بهترین ماشینای بازی زیر پاشونه، چون که خیال همه راحتی که اتفاق خاصی نمیفته اگه ایشون پشت فرمون باشه. شما نگاه کنید این کارا واقعا تو پارت قبلی هم گفتم حرکات تمرین شده است و کار هر کسی نیست اینجور مواقع. امیدوارم که خوشتون بیاد و چهار تا چیز یاد بگیرید شما از دیدن رانندگی استاد. خب خوش اومدید به پارکینگ فرانکلین، یکی از خفن ترین پارکینگ های جی تی ای. پکس هم بیرون منتظر میذاریم یه ذره بازی کنه تا بریم کارمون رو انجام بدیم. خب یه توضیح اول راجع به ماشینایی که اینجا برامون آماده کردی میدی؟ از همه بهترین ماشینا این ماشین جی کلاس AMG هستش که مال سال 2018 و توسط خود فیلیپ لی دیزاین شده ماشین. بله اینم پیوان هسته، اینم پیوانه که پیوان. اینو ثباتی یه سری از کاراشو انجام داد ولی خودمونم خیلی پیشنهاد دادیم بهشون که کجاهای کارو یه سری تغییرات کوچیک بدن که این ماشین بهترین عمل کرده داشته باشه. اینم بنتلی، اینم بنتلی کرایسلر هستش که یه ترکیب خیلی واقعا فوق‌العاده قوی از دو تا ماشینه، جلوش یه ماشینه پشتش یه ماشینه دیگه است. البته بیشتر ماشینه جی تی ای همینجوریه. این ستا رو که گفتیم و اما سورپرایز این هفتمون آها، ماشین سوپر اسپورت این هفته که میخوایم باهاش کلی لایی بکشیم. اسپورت هم نشده هنوز، اسپورت هم نشده، اونم با هم میریم انجام میدیم که بهتون نشون بدیم چه آپشنایی رو برای این ماشین اگه استفاده کنید خیلی باحال میشه. خب الان بشین برو همینو بشین برو کاراشو انجام بده خودت که بچه ها منتظرم، بی صبرانه منتظرم ببینیم چه هیولایی قراره از این ماشین بیرون بیاد. من که خیلی مشتاقم. سگ ما کجا رفت؟ خونه دیگه. آره دیگه اون خودش رفت خونه، غذا گذاشته بودی واسش تو ظرفش. خب مداغه اومده. آره فکر کنم همون سرایدار پایینیه بود. خب الان پیش کدوم میرفتی؟ یا آشنا گفتی دارم؟ خب خوش اومدید به پارکینگ همون گیم پلی ولی یه مدل دیگه است این دفعه. هم البته همون دیگه کاملا بی هدف ولی باز یه سری کار داریم انجام. مسائلیه که سریع ازش عبور میکنیم و همه تون بلدید دیگه اینا رو. چند تا نکته ریز هست که اونا رو بیشتر راجبش توضیح میدیم. مثلا اگزوز آخر همیشه زیباترین اگزوز نیست دوستان، این اشتباه نکنید که چون پول بیشتری دارید میدید حتما اگزوزتون خوبه. مثل ما که اشتباه. آره الان ببینید این اگزوز خیلی قشنگ تر است. کیان جان یه بار دیگه نشون بده. بله بله ببینید این چیه؟ این چیه؟ واقعا متاسفم بود، اشتباه کردیم، عجله کردیم. اشکال نداره پولشو میدیم ولی بر نمیداریم که یه حالت اعتراضی هم داشته باشه. خب دوستان من دیگه میسپارم از اینجای بازی رو به
استاد خیلی ممنونم که تا اینجا ما رو همراهی کردید و از تجربیاتتون استفاده کردید. اینجا من اولین کاری که میکنم این دفعه برای اینکه ماشین آسیب زیادی نبینه، از همینجا خودمون رو به داخل یه اتوبان خیلی صاف و مستقیم هدایت میکنم. اینجا رو فعلا آروم میرم بذاره تا بریم برسیم به اون مسیری که خودمون دلمون میخواد و بتونیم اونجا هر کاری که میخواییم. اینجا رو با ملاحظه میرم، حواسم هست به چه اتفاقایی میفته، خیلی ماشین آسیب نمینه. دو تا حرکت نمایشی و اینا حالا میدارم وسطش، چون کسل کننده میشه تا ما میایم به اونجا برسیم. ولی خب دوستان، اصل داستان حالا از اینجا شروع میشه. از اینجا بازی به بعد این یکی از جذابترین گیم پلی هاییه که خودم به شخص تا حالا گذاشتم. ببینید واقعا صدای ماشین شما گوش کنید، فوق‌العاده است، فوق‌العاده است، قرش میکنه و میره. حالا یه سری آموزش‌های ریز دیگه هم تو این سبک رانندگی هست که شما اگه یه ذره حالا گوشه ماشین بخوره اشکال نداره، ولی صدمه جدی به ماشین نزنید هیچ وقت. تقه مشکلی نداره. آره یه تقه کوچولو بخوره، یکم لپر بشه، مشکلی پیش نمیاد، ولی درش میاد. ما آشنا داریم، اگه برای کسی مشکلی پیش اومده توی جی تی ای صافکار و نقاش و اینا آشنا سراغ نداره، خیلی گرون ازش میگیرن، حتما توی کامنت ها به ما بگید، ما بهتون معرفی میکنیم، برید پیش ایشون، کارشون هم خوبه، منصف هم هستن، انصافا کارش هم خوبه. اون بنتلیه رو یادت نیست چقدر خفن در آورد، تمیز بدون رنگ در آورد، حالا فروختیمش. ما تو فروش نفهمید، هیچکی نفهمید، ما هم چون خودش نفهمید بهش نگفتیم دیگه، چون باید میفهمید خودش، وظیفه ما نیست که. حتی خیلی هم چیز نشده بود. آره یه مشکل بزرگی که نمیگه، بفهمی میگه، یعنی خودت که بفهمی کامل توضیح میده طرف راجع ماشین که چه مشکلاتی براش تا حالا به وجود اومده و حتی کیا پشت فرمون بودن. ولی وقتی نمیفهمی هیچی نمیگه، این ماشین فقط دست خانم دکتر بوده باش میرفته مطب برمیگشت، همین. ببینید که یه سانه هم تا حالا به وجود نیومده و کل بازی خیلی تمیز داره جلو میره. من واقعا خوشحالم از این موضوع که خیابونا چقدر خلوت شده. قضیه کرونا و اینا ملت دیگه زیاد نمیان بیرون، کرونا تاثیر گذاشته من قضیه من میدونم. ببین فرمول نیست شد، فرمول نیست شد، از دستم در رفت. خب دوستان، امیدوارم خوشتون اومده باشه، لذت برده باشید در این گیم پلی. اگه دوست داشتید بازم از این بازی ویدیو بذاریم، حتما توی کامنت ها بهمون بگید، ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب هم لطفا فراموش نشه. ویدیو کلیپ های خیلی باحال و خفنی میخوایم واسهتون بذاریم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خودتون باشید، خداحافظ.